در بخش کافروشی هستیم و حاجی اکبر زرگر مهمان ما هستند. سلام، صبح بخیر، خوش آمدین حاجی صاحب. سلام، صبح شما بخیر، صبح کسایی که ما را میبینه، صبح رمضانیتون بخیر باشه. بسیار خوش آمدین و امروز نگفته نباید گذاشت که روز جهانی پرنده های مهاجر در افغانستان هست که از طرف ریاست محیط زیست کابل امروز یک برنامه گرفته شده تحت عنوان گل پناهگاه پرنده ها و امیدوار هستم که بتونیم در این برنامه شرکت بکنیم و از قزلاق است نیایسه؟ بله قزلاق است. پرنده ای را که امروز آوردین قزلاق است. بله. میشه کمی در مورد قزلاق، قزلاق یک چیز داره که خاده بسیار دراز میباشه، باز داخل او خاده چند دانه از این قفص ها میباشه؟ 5 تا 6 تا کسایی که شکاری دیدستشان 5-6 تا دیدستشان توسط همون خادش میبرن. امیگکان پیشتر خودی که در خاده بود ارسی. خب چه ویژگی داره این پرنده که به خاطر شکار دیگه پرنده از این استفاده میکنن؟ ایگکا ایناله که در سارایی را برد باز تو پایگکا و چوبا را مندازه، باز اینا همی کسایی که از آسمان از فضا تیر میشه به اندازه دیگه خدا خودش میفهمه که اینا بر از اون چی میگه و پاهان میشه. اگه که پاهان شد در گیر صاحب از اینا میفته گرفتار میشه خلاص. بله، رنگ قزلاق مثل بودنه وارست. بله. یعنی شباهت به بودنه دارایسه. همون پر پوچش به رقم بودنه است. و جسامتش اینه بقدر است یا کلانتر از این میباشه؟ خود در بینشان خورد چی تو جسامتش کلان نیست، در بینشان چاق لاغر داره که چاق می باشه. من یادم آمد که مریم نال میگه سن سال چند سال. خب پرنده ها نظر به مو شرایط و حال آجی صاحب یک چند باید. اینگه که کس شکاری است، اینا بر شکار است یا پرنده را از آسمان پاهان می کنند به مو چیق و باویلای خود. به مو خواندنی که میخوانن. نظر به مو شرایط و فضایی که نگهداری میشه دیگه عمرش هم به مو شرایط ارتباط داره دیگه. اگه خوب نگاه کنیم عمر زیاد میکنه دیگه. ولی عمرشون دیگه اگه خوب هم نگاه کنی وقت داره دیگه که مثل انسان هرسته که چه وقت دیگه که فوت میکنه چه وقت. آی صاحب، ما یک موضوع داریم امروز در فیسبوک ما در رابطه با کمک کردن است. خودت از کمک کردن از گذشته ها بر ما بگو که چقدر با همسایه‌های خود کمک میکردن، با هموطنهای خود چقدر مردم کمک میکرد و در کسایی که نیازمند کمک بودن. همال جان از گذشته اگر بگویم بل. صرف در قدیما یک خانه آتش در میدادن، چوبای تر بود، همی آتش که در میدادن از اینمی آتش صد خانه دیگر استفاده میکرد. باز میگرفت میبردن نه؟ ها میامد که یک دونگه حقوق به تیوام دوده میفهمیدن که کمک به این اندازه که از آتش که کمک میکنه مثل زمیواره از خوراکه و از لباس از همه چیز. در قدیما هم یک همسایه که لباس های مقبول میداشت که کفایت میکرد به دیگه همسایه با روسیا یا یک آروس که پیسدار می بود یک لباس جور می کرد 20 آروسی دیگه از این لباس می شد. کمک ها زیاده. مگر حالا شکر خدا که در ولایت پروان کسایی که تجارای ما که از ما دور شده اونا نمی خواهند که ما ناماشان رو بگرم. اگر نیک کنه شان رو می شنرشن. کمک می کنند. که از وطن ما اگر دورم شده لیکن امو غم و اندیشه وطنش در جانش هست. بله. یک ماه پیش از رمضان با بسیار منظم با لست با تمام غریبا شکر خدا در خانه کل غریبا ما برنج و روغن و هر چیز آرد خدا را شکر امیدوار هستم کمک بکنن. سوالی که پیش مریم است، آقای صاحب میگفت که 20 روز مانده برای عید، مریم میگفت نه 26 روز مانده. اینمی اینجا در پشت پرده اینمی سوالشان بود، باش که نال خودش بگه که چطور 20 روز مانده. نه امروز اگر خلاصه 20 روز مانده، ما پیشتر بر تو 21 روز گفتم. مریم جان 3 روزش خود تیر شد، 3 روزش هم جمعه است، 3 روز هم پشت سودای هیت میری، این 9 روز هیچ نمیفهمی. بالاخره 21 روز دیگه مانده بر روزه. سوال تو شد. ما همین 3 روزه که پشت سودا میریم
قسم ایروز چیز میشه که سودای ما نمیشه خریده نمیشه میره اونمونه ما دوستاب نمیگیره مردم های قدیم حال صحیح شد این امروز هم 21.5 این امروز کلا شد 20 روز دیگه بخیر انتظار بکنه او 6 روز 7 روزش نمیفهمید خب آجیزا بیا گفت دیگه ای که پیشتر مردان از موضوع فیسبوک امداد خوش گفت امروز در رابطه به صبر و حوصله در رمضان گفتیم چقدر نگهداری پرنده در خانه میتونه که صبر و حوصله ما را زیاد بسازه تا در روزای مثل رمضان ما آدم کم حوصله نباشیم امی گپکای پرنده را خو برات گفتم که وقتم براتم گفتم که یک گفتار خاص داره در خانه که پرنده است باور کنید در خانه که در اقتاس پرنده ها که میایه او خانه بسیار خوش تر میشه حالا به خودتان ثابت است که پرنده ها دو وقت آدم با خبر میسازه نماز شام با خبر میسازه و دیگه که روز میشه صبح کی از پرنده استفاده صبر قناعت گفتی اصلا مریم جان اینمیال که ما آدم قدیم گفته میشم اگر چی سن سال ما آلومی سفیدا داریم از مکرقایی باور کن که در ماه مبارک رمضان یک مردم های قدیم صبر طاقت داشت که برشان دشنا میدادن اما میگفت که من روزه دارم دیر خدا می آورد روزه دارم قانون هم مطور است که هر چقدر یک آدم بالا یک آدم کار کنه یا خدا نخواست دشنا بته جانم مقابل بگه که برو بیادر که من روزه دارم این به این اندازه روزه امو صبر قناعت باز خصوصا در ماه مبارک رمضان برای مسلمان ها بسیار صبر طاقت و حوصله خدا نگهداری هم در خانه صبر و حوصله میخواید بسیار زیاد بسیار اگر صبر و حوصله نداشته باشی بازم چقدر شام سرت خوش نمیخواید خاله خوب باید که اینمی ای پرنده و طفلا این شکر مریم جان حالا سای بچه شده دیگه بسیار صبر و طاقت کنه اونا یکان شویر نارام ها می سازن بازگان دفتر پتکه نکنن نه نه دیگه صبر و حوصله برای هر انسان خوب است خصوصا اگه بخوایی که خداوند از آدم رضا شود و مای مبارک رمضان از مسلمان ها رضا مندی بگره به طرف بالا بره و صبر و طاقت داشته باشه صبرش که باید داشته باشه همه چیزش در ماه مبارک رمضان بهترین ماست که کسی از این استفاده کرده بتانه بشک میگه بدا با حال کسی که ماه مبارک رمضان تیر شوه و در جان از او گناه بانه ایر خداوند یک حکمت پیدا کرد برای بنده هایش که باید 11 ماه هر اشتباهی شده باشه باید در این ماه مبارک رمضان دیگه اونا دور شود انسان ها پاک با حوصله و با طاقت باشه بله بسیار تشکر آقای صاحب اگر حرف و پیام و گفتنی داشته باشید بسیار کوتاه بگوید در رابطه با کمک کردن کمک کردن خب پیشتر گفتم که هر کس چین قدرتش بله. اگه یک کسی یک گلاسه و خالی هم در ماه مبارک رمضان به کسی کمک میکنه مثل که اون پیسه دار به چی اندازه بله. کمک میکنه بله. یک دانه خرما یک اخلاق بله. یک در هر نگاه باید کمک بکنن کمک خیلی سپاسگزار هستیم بسیار تشکر لباس کالا سلامت باشین تشکر آقای صاحب زنده باشین تشکر وقت میگیریم و بعد از خبرهای ساعت 8 میریم